سلام به شما بینندگان عزیز برنامه روزنه. ما در برنامه شنبه گذشته بعضی مسائل و مباحث را در رابطه با سکولاریزم و لائیسیته توضیح دادیم و دوست دانشمند و نویسنده توانا و صاحب قلم ما آقای وسیق این مسائل رو ریشه‌یابی کردن و بعضی جوانب این قضیه رو توضیح دادن. در این برنامه هم با کمک ایشون بازم سعی میکنیم جنبه های دیگه این دو واژه رو و کاربرد اونها رو در عالم سیاست، در فلسفه و در مسائل تاریخی و اجتماعی اینا بازم بررسی بکنیم. من خوش آمد میگم آقای وسیق و تشکر میکنم بازم که دوباره در این برنامه شرکت کردید. تشکر میکنم از شما. امیدوارم که این بخشی که بخش دوم این مباحث بیشتر بشه باز این بحث لایسیته رو تو زمینهای دیگرش در واقع شکافت. خب اگه اجازه بفرمایید ما برای مدخل بحث امروز دنباله همون صحبتهای جلسه قبل رو داشته باشیم و من نمیخواستم سوال بکنم که چرا بجز در فرانسه و چند کشور دیگه در بقیه کشورهای دیگه بیشتر از سکولاریزاسیون صحبت میکنن به جای لایسیته و اصولا فرق این دوتا چی هست؟ یه اشاراتی در واقع در قسمت قبلی نسبت به این مسئله صورت گرفت، ولی هر باز هم احتیاج به بحث و موشکافی داره و یه مقدار دقت بیشتر و در این حال بحثش بحث پرسش‌انگیزیه. یعنی همچنان هم این مباحث در حال بحث و گفتگوست در غرب از طرف جامعه شناسان و فلاسفه و غیره، یعنی بسته نیست در واقع این مبحث لایسیته و سکولاریزاسیون و فرقش و به اصطلاح اینکه چه تحولاتی در اروپا صورت گرفت که در بعضی از کشورها به خصوص در فرانسه این مسئله فرایند جدا شدن هرچه بیشتر دولت از دین یا دین از دولت و فرایند به اصطلاح کاهش نقش سلطه‌گرایانه دین در جامعه، این فرایند در به چه شکلی در فرانسه بوده، به چه شکلی در کشورهای لاتین اروپا بوده و به چه شکلی در کشورهای به اصطلاح پروتستان یا کشورهای شمالی یا انگلیس بوده، این تمام شده نیست این بحث و به نتیجه نهایی هم نرسیدن که اختلاف هم هست بر سرش. ولی اون چیزی که به هر حال میشه گفت، اون چیزی که من در مطالعاتم بهش رسیدم و هم در حوزه به اصطلاح نوشته های که در آلمانی و هم در حوزه فرانسوی و هم در حوزه به اصطلاح میشه گفت انگلو ساکسون، انگلیس و آمریکا، به نظر میرسه که به دلیل اختلافات تاریخی، اجتماعی و سیاسی که بوده، ویژگی هایی که این مناطق با هم داشتن، این کشورها با هم داشتن، از لحاظ خود شکل گیری دولت ملت ها توی این کشورها و از لحاظ از یه طرف و از لحاظ خود تحولاتی که خود کلیسا و دین میکنه توی این کشورها، رفرمی که در جایی صورت میگیره، رفرماسیون صورت میگیره، اصلاحاتی صورت میگیره، خود کلیسا تغییر میکنه، خود به اصطلاح پاپ ها، پاپ کاتولیک به اصطلاح تحولاتی به وجود میارن، خود در الهیات مسیحی تحولاتی پیش میاد، رفرم هایی صورت میگیره که ما نمونهش آوردیم که از جمله یکی از این رفرماتورهای معروف مثلا لوتره، ولی خب ما اینو میتونیم ریشه هاشو پیدا بکنیم در سنت اوگوستن، قدیس اوگوستن قدیس، در توماس قدیس و غیره. اینها بسیار متفکرین الهیات بودن در واقع و اینها هم در واقع تحولاتی به وجود میارن بعد از مسیح، بعد از مسیح در واقع میشه گفت. بنابراین این تحولات بهش یه شکل حسابی در هر جا نبوده. اون چیزی که میشه گفت اینه که در اون جایی که کلیسای کاتولیک اکثریت مطلقی رو داشته تحت نفوذ و قدرتمند بوده،
و از طرف دیگه تحولات رفرماسیون یا اصلاح طلبی درش شکل نمیگیره، نمیتونه شکل بگیره، رشد بکنه، سرکوب میشه. در این کشورها همزمان هم یک نوع مرکزیتی وجود داشته، مرکزیت سیاسی، دولت‌های مقتدری مرکزی هم وجود داشتن. ما با یه پدیده‌ای مواجه میشیم که جامعه بلوکه میشه در واقع، یعنی در واقع امکان این که پیش از طریق مسالمت‌آمیز و از طریق یک نوع تحولات تدریجی این حالت به اصطلاح پایان یافتن سلطه دین تحقق پیدا بکنه، این انجام نمیگیره به این صورت. و نمونه سمبولیکش ولی نمادینش در واقع فرانسه است که انقلاب صورت میگیره، انقلابی که یکی از جنبه‌هاش ضد کلیسا بوده، ضد دین سالاری بوده، ضد اون چیزی که اون واژه‌ای که فرانسوی که به کار بردم کلریکالیسم، کلریکالیسم یا روحانیت سالاری یا کلیسا سالاری یا دین سالاری، حالا هر چی میتونیم اسمشو بذاریم، یعنی حکومتی کسانی که کلرکن یعنی روحانی هستن، کشیش. خب این در فرانسه یک نوع اتحاد خیلی محکم مقدسی به یک نوعی وجود داشته بین کلیسا و دولت. دولت در این حال برای خودش نهاد جداگانه بود، ولی این نهاد کاملا تحت تبعیت یا کم و بیش تحت تبعیت کلیسا قرار داشت، با داشتن استحقاق اختلاف. اون یک ارنست کانتروویچ، یک تاریخدان معروفی است که یک کتابی نوشته تحت عنوان دو بدن شاه، دو تن شاه. شاه اینجا منظور یه فرد نیست، منظور در واقع همون قدرت سیاسیه، قدرت سیاسی. و دو تن یعنی دو شخصیتیه، یک شخصیتش دفتر شخصیت زمینی انسانیه، سیاسیه به قول معروف، یک شخصیت دیگرش هم خداییه، یعنی اون به اصطلاح از کلیسا میاد و چیزش به تبعیت باید از کلیسا باید بکنه و از مقامات دینی باید بکنه. و میگه این در واقع در یک کال بوده، یعنی یک قدرت سیاسی هست ولی دو لباس داره، دو تن داره، دو شمشیر داره، یک شمشیر زمینی داره، یک شمشیر آسمانی و الهی. این دوتا در یه دست برام هم در یه دست دیگه هست. و این در واقع اینه که اتوریته مطلق اینه و اینه که چیز میده. و در واقع ما با چی مواجهیم؟ واقعا با یک نوع امتزاج دین و دولت، این دوتا با هم در واقع یکی هست. ولی میدونیم که همیشه استقاط هم با هم داشتن، برای اینکه هم چیزی نمیشه بین شاه و واتیکان، بین پادشاه یا قدرت سیاسی و واتیکان یا قدرت کلیسایی، همیشه این استحقاق هم در این حال وجود داشته و این تضاد وجود داشته. ولی در یه جا مثل فرانسه این تضاد نمیتونه حل بشه به صورت مسالمت‌آمیز، که کم کم خود کلیسا کنار بکشه، از اعمال سلطه بر جامعه کارهای دیگه بپردازه، کار معنوی بپردازه، به کارهای روحانی بپردازه، و دولت اون وقت کاملا به کارهای سیاسی کشورداری بپردازه و تحت تبعیت یه نهاد دیگه قرار نگیره. این حالت که به صورت مسالمت‌آمیز و با تدریجی و با البته خب استکاک و برخوردهایی و از وقتا، ولی به هر حال به حالت انفجاری نکشه، در خیلی جاها انجام میگیره، از جمله در کشورهایی که به هر حال پروتستانتیسم رشد میکنه مثل آلمان، تا حتی هم میشه گفت مثال انگلیس هم زد، در چیز اونجا هم انقلاب به هر حال میشه. ولی به هر حال در فرانسه به صورت خیلی رادیکالش صورت میگیره و به صورت چه گفتیم به اصطلاح لایسیته در واقع یک قانون یک جانبه است، یه طرف است. یعنی دولت، من اون دفعه پیش خوندیم اون قانون 1905 ماده داشت، دولت میاد یه قانون میذاره میگه که اینه، از این به بعد دولت در امور کلیسا دخالت نمیکنه، کلیسا هم در امور دولت نباید دخالت بکنه، دولت پیروی نمیکنه از احکام الهی، دولت از هیچ حکم غیر از اون چیزی که خودش بر اساس موازین دموکراتیک تعیین میکنه و بعدم میتونه تغییرش بده، از چیز دیگه پیروی نمیکنه، چیز فرای این جامعه، فرای قوانین انسانی در واقع. خب اینو به صورت یه طرفه میاد این قانون میذاره و به همین دلیل هم است که بلافاصله کلیسا معترض میشه و اینها که آقا ما
مخالفیم و تا یه مدتی هم مخالفت میکنه، ولی کم کم خود در خود فرانسه هم بعدها خود کلیسا نه تنها موافقت میکنه، بلکه حتی تغییراتی در خودش میده که الان مثلا خود کلیسای کاتولیک در فرانسه یکی از طرفداران پروپاگورس همین لایسیته هست، این لایسیته باید حفظ بشه و اینها. ولی خب این بعد از این قانونی بوده و بعد از این مبارزه سختی بوده سخت و این دوران چند ساله بوده. این دوران سخت رو در جاهای دیگه به این شکل به وجود نمیاد. در آلمان یعنی در سکولاریزاسیون، چیزی که گفتیم سکولاریزاسیون به وجود نمیاد. اونجا به هر حال خود تحولاتی که رفرمی که در خود کلیسا میشه از یه طرف و خود در خود دولت میشه از طرف دیگه میرن هر دو طرف به سوی این که با هم دیگه به اصطلاح به یک سازشی برسن و چیزی به وجود میاد که ممکنه در نهایتش، واقعیتش هم اینه، در نهایت الان شما نگاه کنین خب خیلی نزدیکن این دو حرکت به هر حال در نهایتش میرسه به این که شما الان در آلمان هم به گونه‌ای دولت از کلیسا جداست، دولت تحت مرجعیت هیچ دینی قرار نداره مثل فرانسه. ولی برای رسیدن به این هدف خب اینها مسیرهای جداگانه داشتن و شرایط تاریخی جداگانه‌ای بود که بهش برسن. از این نقطه نظر من یه بار دیگه مایلم این دو منطق رو میتونم به صورت خیلی خلاصه و فرمولی تحت عنوان این که به اصطلاح تقسیم بندی های مختلفی میشه کرد. مثلا میشه تقسیم بندی اروپا رو به این شکل کرد که در ارتباط با مسئله لایسیته که مثلا گفت بعضی کشورها خب خیلی بیشتر شبیه نوع لایسیته فرانسه، مثلا مثل پرتغال تا حدودی، مثل اسپانیا تا حدودی، حتی میشه گفت مثل ایتالیا با اختلافاتی. بعضی کشورها میانن در واقع، مثلا بلژیک، هلند. بعضی کشورها خب بی خود یا آلمان، حتی بعضی کشورها مثلا دورتر، مثلا انگلیس. مثلا انگلیس خب خیلی صریح مثلا در قوانین اساسیش به کلیسای آنگلیکان اشاره میکنه. میشه از این تقسیم بندی ها نسبت به درجه به اصطلاح لایسیته شون که چقدر کامله یا چقدر، مثلا در آلمان شما مالیات میگیرن از مردم هنوز میسی که در ارتباط با چیزهای دینی، در صورتی که مثلا همونطور که در قانون 1905 دیدیم در فرانسه دیگه مالیاتی در فرانسه در کار نیست. یعنی بودجه ای رو دولت نمیاد از مردم بگیره برای کلیسا، کاملا این قطع شده، این بند ناف بین دولت و دین به کلیسا. در صورتی که مثلا در آلمان هنوز مثلا این هست که رایج در سوئد هم هست، در سوئد هم 1% مالیات کل کشور برای خب حالا البته میشه سوال کرد که اونایی که مثلا دین باور نیستن اونا باید بپردازن نپردازن چیکار باید بکنن؟ من اعتقاد به دین ندارم، بنابراین باید یه چیزی هم بپردازن به این. یعنی این تمام داستان. ولی یه منطق دیگه، یه نوع دیگه تقسیم بندی هست، چون که اینجا سوال در مورد اینکه این کشورهای اروپایی صحبتش بود، که اتفاقا در ارتباط با ایران هم میشه وارد این بحث شد. تحت عنوان اینو من البته از چیز گرفتم، از یک نویسنده فرانسوی که راجبه بسیار ادیان کار کرده و راجبه لایسیته و سکولاریسم کار کرده، اسمشون فرانسواز شامپیونه، که این تو این کتاب من به خانم اشاره شده و به این بحثش، و فکر کنم این بحث نکته به نکته مهمشه. یعنی در واقع اون از این حرکت نمی کنه که چه کشورهایی مثلا نزدیکن یا دورن به لایسیته و اینها، از این تقسیم بندی یه تقسیم بندی دیگه ای میکنه. اون تقسیم بندی تحت عنوان دو منطق میکنه، میگه این دو منطق با هم دیگه تشابهاتی دارن و تفاوتهایی، و این دو منطق در بعضی جاها بوده نبوده. و این منطقی که منطق سکولاریزاسیونه، یکی منطق لایسیته. بفرمایید. این منطق اولی که به اصطلاح تحت عنوان لایسیزاسیون یا لایسیته در واقع طرح میکنه، میگه به طور عمده ویژگی کشورهایی است که از یک سنت نیرومند کاتولیکی برخوردارند. حالا ما میتونیم اسمشو بذاریم مثلا حالا کاتولیکی یا هر چیز دیگه، یا یک سنت به هر حال یه دین حاکم خیلی نیرومندی که آنجا که نیروهای اجتماعی لایک در برابر یک کلیسای مقتدر، سلسله مراتبی و محافظه‌کار قرار میگیرند. کلیسایی که بنابراین خیلی قویه و از طرف دیگه
انسجامش آنچنان هست که تضاد کمتر توش داره که بتونه به اصطلاح یک جوری تحول پیدا بکنه از درون. و بنابراین کلیسایی که در این حال عهده‌دار وظایف سیاسی و اجتماعی هم هست، یعنی کلیسایی که کاملا به اصطلاح میتونیم به نوعی سالاری میکنه، حکومت میکنه، در واقع دین سالاری این کلیسا وجود داره در واقع. و این یه جوری هم به هر حال رقیبش هم به هر حال دولته. میگه در این منطق قدرت سیاسی برای رهایی از سلطه و سیطره کلیسا مجبور به هر حال اقدامی بکنه، بسیج بشه و به طور مستقیم و یک جانبه اقدام میکنه در واقع. و در پی یک سلسله انقلابات و یا جنبش های خیلی رادیکالی میرسه به این که به اصطلاح این جدایی رو اعلام بکنه، جدایی دولت و کلیساها رو به اصطلاح متحقق کنه. خب این بنابراین همون منطق لایسته بود که من فکر کنم اون جاهایی که ما با این دو پدیده مواجهیم، یعنی پدیده یک قدرت بزرگ روحانی که در واقع ادعاهای سیاسی خیلی نیرومندی هم داره و از طرف دیگه این قدرت روحانی، این قدرت دینی که به گونه حتی حکومت هم میکنه یا کاملا یا به هر حال با یه دولتی دیگه با دولت همکاری میکنه، مثلا در مورد ایران که اصلا کامله دیگه، نمیتونیم بگیم مثلا دولت رو جدا کنیم از روحانیت، خود این روحانیت مثلا به تمام این قانون اساسی رو شما نگاه کنیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامش در واقع و تمام این سیستم بر مبنای یک نوع حکومت دینی در واقع برقراره و به اصطلاح به نوعی میشه گفت روحانیت سالاریه در واقع در ایران. خب از طرفی بنابراین اگه مواجه باشیم با این که این قدرت دینی هم در واقع توش متحول به اون صورتی که صحبتش هست، یعنی به اون صورتی که در خود این دین شرایطی به وجود بیاد، تحولاتی که بشه که مسئله خروج از دین رو به منظورم خروج از دین اون چیزی که تحت عنوان خروج از دین هست، یعنی اینکه خروج از حالت دین سالاری، نه اینکه دین از بین بره، بلکه به نوعی این دینی که مسلط بر تمام امور و بر تمام قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی و در واقع قیم همه چیز هست، این خودش متحول بشه، در درون خودش به وجود بیاد، دی جریاناتی که به این نتیجه برسن که این در واقع این راه درستی نیست و غلطه و بنابراین باید به اصطلاح از این دست از این سلطه برداره، بگونه سلطه سیاسی برداره، مال ایران که اصلا سلطه اقتصادی هم هست، سلطه تو همه زمین هم. و در واقع این حوزه رو در این حوزه به اصطلاح که مربوط میشه به شهرداری، به امور اداری کشور، به کشورداری و امور سیاسی، این حوزه رو باید در واقع بذاره خود مختار و مستقل عمل بکنه. خب این اگر این پدیده به وجود نمیاد در این منطقه لایسیزاسیون، در این منطقه در اون که نو در این نوع کشورها اگه به وجود نیاد، اون وقت ما با منطقه لایسیزاسیون رو مواجهیم، یعنی که جوری دیگه جد از طریق یک سلسله جنبش ها احتمالا، حالا اینکه این جنبش ها چه شکلی بگیره و از طریق اینکه در یه مقطعی به هر حال این منطق مطرح بشه که دولت یا به هر حال اون جنبش ها به این جا برسن که خود به اصطلاح دولت بیاد و این قانون رو بگذاره و این جدایی رو به وجود بیاره در اثر اون جنبش ها. یعنی که خود فرانسه هم به هر حال در عرض یک سال که نشد، در 1905 محصول یک سلسله انقلابات بود، 3 تا انقلاب شد در فرانسه، انقلاب 1789، انقلاب 1740، کمون پاریس 1970 و بعدم یه سلسله جنبش ها که یکم اولا جمهوری آمد، بعد از اینکه جمهوری آمد کدی مبارزه شد با همین به اصطلاح کلیسا برای اینکه این قدرت ازش بگیره تا اینکه رسیده، ولی به هر حال خیلی رادیکال بود، رادیکال انجام گرفت. یا منطق دوم، حالا منطق دوم به این صورته که صحبت از منطق یا سکولیزاسیون میشه، خانم چیز به این صورت مطرح میکنه که میگه این ویژگی کشور در غرب، ویژگی کشورهای پروتستان است، یعنی چی؟ آنجا که دین و حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی به تدریج و به اتفاق، یعنی این حوزه های مختلف دگرگون میشن، کلیسای پروتستان قدرتی نیست که مثل کلیسای کاتولیک در مقابل دولت قرار بگیره،
بلکه نهادی میشه که همکاری و تبانی میکنه با دولت، سازنده انسجام و پیوند سیاسی میشه، عهده‌دار مسئولیت‌های مشخص و در تبعیت از دولت، تبعیتی کمی بیش پذیرفته شده یا مورد اعتراض قرار میگیره. ولی به هر حال با وجود این که به هر حال کم و بیش مورد اعتراضه، ولی تبعیت میکنه این نهاد کلیسا از این که دولت امور رو در دست بگیره، دولت بشه به اصطلاح نهاد اصلی سیاسی، و اینکه کم کم خود به اصطلاح کم کم که به تدریج خود کلیسا دیگه اون نقش مسلطشو از دست بده، و این هم نه به زور حتما و نه به اجبار بلکه آگاهانه، یعنی خودش کم کم به این نتیجه برسه که میرسه که خب این در این کشورها به حال به وجود میاد، در این کشورهای پروتستان، به خاطر یکی از دلایلش هم به خاطر اینکه خود پروتستانتیسم میاد در مقابل کلیسای کاتولیک قرار میگیره در واقع و جدا میشه از کاتولیسیسم، و در واقع شرایطی بنابراین به وجود میاد که به اصطلاح اینها پروتستان ها به هر حال رفرماتور هایی میشن که طرفدار این میشن که کلیسا و دین نباید به این حوزه ها به اصطلاح دخالت کنه یا حداقل سلطه داشته باشه. حالا منظورم اینه که در مورد ایران هم به هر حال ما با همچین دو منطقی مواجهیم از این نقطه نظر، یعنی اینکه یا یه تحولاتی صورت بگیره در خود دین که این دین دیگه دست از دخالت در امور سیاسی برداره و بپذیره که قدرت سیاسی باید خود مختار باشه، به صورت دموکراتیک اراده داره بشه و نه اینکه تحت تابعیت و تبعیت و مرجعیت یک قدرت دیگه‌ای نهاد دین قرار بگیره یا و در واقع جدا بشه از مثلا جدایی دین از دولت به وجود بیاد، خودش خود این دستگاه دینی اینو بپذیره از طریق برنامه به هر حال روشنه که از طریق تحولات درونی خودش طرف احتمالاً حتی شاید احتیاج به این باشه که در درون خودش انقلابی صورت بگیره، همچنان که در اروپا هم صورت گرفت، در درون کلیسا به نوعی جریان پروتستانتیسم و کالوینیسم و غیره انقلابی بود در کلیسا، جنگ های مذهبی شد بین این دو دسته، اختلافات 30 سال جنگ های 30 ساله شد، یا اینکه نمیشه همچین چیزی، به نظر منم خیلی بعیده به این صورت بتونه انجام بگه، بلی که در جامعه ایران ما با مثل جامعه غربی با دو کلیسا مواجه نیستیم، دو قدرت برخواد یه بخش مهم پروتستان ها شکل بگیرن و یه پروتستانتیسمی، و در جامعه به اصطلاح اسلامی ایران به نظر نمیاد که مثلا یک بخشی از جریان شیعه مثلا یا سنی مثلا بخواد مثلا تبدیل بشه به یک، هستن ادهی صحبت از این میکنن پروتستانتیسم اسلامی طرفدارانی هستن تو ایران صحبت از این میکنن که مثلا یک جریان نوع پروتستانتیسم در اسلام هم به وجود بیاد و اینها، ولی خب اینها به هر حال با حرکت از اینی که در غرب هم به وجود آمده در ایران شبیه این میتونه به وجود بیاد، اینا یه همچین بحثایی است، ولی به هر حال تا زمانی که این قدرت مقتدر دینی در درون خودش شکاف به وجود نیاد و در این حال در درون خودش جریان فکری فلسفی و روشنگری که بخواد به اصطلاح یه جوری نواندیشی بکنه، و این هستن نواندیشانی که میخوان این کار بکنن، ولی اینها چقدر قدرت بتونن به وجود بیارن که بتونن این به دفع نظرات خودشون این جریان رو، و تازه خود این نواندیشان آیا تا چه حد رسیدن به این که واقعا باید در جامعه ایران این جدایی به وجود بیاد، بلی که خیلی از اینا هم حتی تا حدود یادی ممکنه مخالف هستن با جمهوری اسلامی و این سیستم به این شکل، ولی آیا تا اونجا حاضرن برن که همونطور که در غرب مثلا اتفاق افتاد که واقعا این حالت به اصطلاح انفکاک قدرت سیاسی از قدرت نهاد دینی به وجود بیاد یا نه، یا اینکه میخوان این دوتا رو یه جوری باز با همدیگه سازشی به وجود بیارن تحت عنوان دموکراسی دینی دموکراسی اسلامی، بازم یه اسلامی به عنوان پسند براش میذارن، این همه قابل بحثه، ولی به هر حال اگه چنانچه به وجود نیاد در ایران ما با پدیده منطقه لایسیزاسیون در ایران مواجه خواهیم شد، یعنی لایسیته یعنی به اون شکل که در اثر یه سلسله جنبش ها در یه مقطعی به هر حال ما با یک اقدام سیاسی مواجه میشیم، اقدام سیاسی که به اصطلاح این چیزو به وجود بیاره، این انقطاع و این انفصال رو به وجود بیاره، یعنی دین رو از دولت جدا بکنه که
متکی بر یک سلسله جنبش ها، جنبش های اجتماعی سیاسی. از این نقطه نظر بنابراین این دو منطق هم در ایران به هر حال مطرحه و قانون و بحثش به هر حال وجود داره، میتونه باید وجود داشته باشه و همونطور گفتم این ویژگی ها رو هر کدوم از این دو منطق دارن، بستگی به این داره که به هر حال شرایط این فرایند جنبش به اصطلاح بیش از پیش خروج از سلطه دین، یعنی اسمشو اینطوری بذاریم خروج از سلطه دین، این فرایند چه شکلی پیدا کنه، آیا شکل نوع لایسیته رو پیدا میتونه بکنه که اگر چنانچه این تحولات در خود دین به وجود نیاد به اصطلاح نهاد دین، یا شکل سکولاریزاسیون نوع غربی اگر چنانچه این تحولات به وجود بیاد، جریان هایی به وجود بیان در خود جنبش دینی در ایران، رفرم دین بخوان انجام بدن و برسن به این که چرا ضروریه برای جامعه ایران و آینده ایران یک همچین به اصطلاح انفکاکی صورت بگیره. اون وقت در اون صورت شاید اون وقت بشه تصور کرد که به صورت مسالمت‌آمیز، به صورت خیلی تدریجی، کم به اصطلاح با تا حدودی با استحکاک کمتری، البته همیشه استحکاک خواهد بود، اختلاف خواهد بود، تقابل خواهد بود، ولی به هر حال نه به اون شکل نوعی که مثلا در لایسیته هست، این بتونه به این سمت بره. البته خیلی آرزوشون اینه که به این صورت بگیره، ولی خب ما نمیتونیم از پیش بینی کنیم کدوم شکل. خیلی متشکرم، اگه اجازه بفرمایید برای رفع خستگی بینندگان عزیز و شخص جناب علی یه کلیپ کوچیک موسیقی دارن دوستای ما پخش میکنن و بعد برمیگردیم روی صحبت هم. قیامت قامت و قامنت قیامت قیامت کرد زین قنت دو قامت مؤذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت Thank you.
غم و درد دل ما بی حسابه، خدا دونه دل از هجران کبابه. به نازم دست و بازوی تو سیاد، بکش مرغ دلم بله سوابه. سر زلفش به دست دیگران است، تو را بیهود در صحرا دوان ز حرف ساربان مجنون فغان کرد جواب این ربایی را بیان کرد درخت بی ثمر هر کس نشان دوای درد مجنون را بدان میان عاشقا
معشوق رمزی است، چه دانه شنیدین سخن مجنون فغان کرد، بذاری سر به سوی آسمان کرد، غیر از عشق لیلا خب آقای وثیق، ما بعد از شنیدن این قطعه کوتاه موسیقی امیدوارم هم بینندگان عزیز و هم شما را خستگی کرده باشید، ما بعد میگردیم سر صحبتامون. بحث جالبیه. من به سوال من میخوام با این سوال شروع بکنم که این پیش شرط های لایسیته چیست؟ یعنی بایستی چه مراحلی طی بشه، چه امکاناتی وجود داشته باشه، چه رکنهایی در جامعه لازمه که این لایسیته را برقرار بکنه یا در این جهت پیش ببره؟ در این زمینه اگر برای بینندگان عزیز ما توضیحاتی بدید. بله، بنابراین حالا صحبت از به اصطلاح زمینه هایی است که از لحاظ اجتماعی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی به نوعی باید وجود داشته باشه تا اینکه این فرایند، فرایند جدایی دولت از دین تحقق پیدا بکنه. اینو تو این زمینه البته خب ما یه تشابهات زیاده بین این منطق لایسیته و منطق سکولاریزاسیون به اون معنایی که میدونیم، یعنی یک به یکی از در یکی از تعاریفش، یعنی همین به اصطلاح
کاهش نقش سلطه دین در جامعه، یکی از تعاریف سکولاریسم هم در واقع همینه. این اشتراکاتشون در واقع تو پنج زمینه، این در واقع میشه گفت کم و بیش 4-5 زمینه هستن که اینها رو به عنوان پیش شرط گفت، پیش شرط لایسیته و تا حدودی هم پیش شرط سکولاریسم به اون معنای جدای دولت از دین یا به معنای کاهش نقش سلطه دین. یکی از این پیش شرط ها که به اصطلاح در البته اینا بیشتر در غرب اتفاق ما صحبت اون باز در غرب ببینید که در جامعه ایران به اون شکل هنوز ما پیدا کنیم البته چیزایی، ولی یکیش و در غرب هم که میگیم بیشتر از دوره 1600 به این طرف دیگه، در دوره به اصطلاح اواخر سده میانیه در واقع یا آغاز اون چیزی که تحت عنوان عصر نو میگن، عصر جدید، عصر مدرن. یکیش مسئله بیشتر هم حوزه بیشتر هم بحث خودمختاریه، یعنی خودمختار شدنی. حالا خودمختار شدن یعنی یه به یه جوی یعنی مستقل شدن، یه جوری حاکم بر خود شدن، دیگه احتیاجی به این که قیمی داشته باشه آدم یا تبعیتی بکنه از چیز جایی دیگه. یعنی این یک ما با یه فرایندی مواجهیم از دهه از قرن 16 به این طرف، سده 16 به این طرف بهش میگن فرایند خودمختار شده. حالا خودمختار شدن چی تو؟ کم و بیش 4-5 زمین. یکی یعنی 5 حوزه، چند خودمختار شدن یه سلسله حوزه ها. یکیش مسئله دانشه. دانش و روش هایی است که به کار، روش های علمی در واقع نسبت به الهیات. یعنی به این معنا که خب ما نمایندگان اینو میشه مثلا اسپورت، مثلا بیکن هست، دکارت هست، مثلا نیوتن هست، خب یکیش مثلا نمونه معروفش گالیله مثلا که به خاطر همون به اصطلاح مسئله‌ای که در ارتباط با کوپرنیک طرح میکنه، با مرکزی که زمین دیگه مرکز نیست، زمین دوره خورشید میچرخه، نه اینکه خورشید دوره زمینه، در واقع تا اون زمان زمین مرکز بود. خب و بعدم به خاطر همین حرفی که میزنه که در واقع مغایر حکم کلیسا بوده که کلیسا اینطوری نمیدیده مسائل کهکشان رو، این کلیسا این گردش زمین رو کف میدونسته و این رو مثلا محکوم میکنه که این هم داستانش مفصله مشهود میشه بپذیر و بعد دوباره رد میکنه. خلاصه منظورم اینه که سه تا حق تثبیت میشه در این مقطع. یکی حق کنجکاوی نظری که آدم بتونه شک کنه، بتونه کنجکاوی کنه، بره مسائل رو پیدا بکنه تو زمینه از طریق علمی آزمایشی، آزمونی، مثلا تجربه. و خب این خودش خیلی چیزها رو، حقیقت های مطلق رو، حقیقت های که کلیسا میگه مثلا مطلقه و باید اینا قبول کرد، خب خود یک کسی رو طرح کنه که حق کنجکاوی رو مطرح کنه به عنوان یک حق، به عنوان یک کار درست که میشه انجام داد، این خیلی مهم بوده. حق آزاد اندیشه در شک کردن، اونم باز یه نوعی همون مسئله کنجکاویه، اینکه شک حتی شک کنی روی اون چیزی که میگن این حکم الهیه، قانون الهیه، این شریعت، این اینو باید پذیرفت. خب این ولی این مطرح بشه در جامعه و در یه دوره‌ای که نه، حتی این حکم هم میشه نسبت به درست بودنش، صحتش، انتقاقش در شرایط کنونی شک کرد. واقعه یکی هم مسئله آزمودن، آزمایش و آزمودن همه چیز و این هاست. یعنی در نظر اینه که این بحث خودمختاری دانش از الهیات تو این زمینه هاست، تو این زمینه ها پیش میاد که کم کم این حوزه علمی میگه این حوزه ایست که ما راجبش همه چیز میتونیم شک کنیم، کنجکاو باشیم، آزمایش کنیم، خطا کنیم و بنابراین این چیزی نداره که بشه با منطق به اصطلاح منطقهای مطلق، منطقهای سوری یا مطلق بهش برخورد کرد، نسبیه در واقع این حقیقت ها. حوزه دوم در واقع در حوزه سیاسیه، حوزه خود دولته.
دولت چیزی که کم کم شکل میگیره بعد از در دوره مدرنیته در واقع تحت عنوان دولت ملت ها، یعنی به تدریج بحثی که این مقدارم قبلا کردم در مورد اون بحث صحبت ارنست کاستروویچ در مورد دو تن شاه، دو تن دو بدن قدرت سیاسی، این قدرت به اصطلاح دولتی که متمایز بود از کلیسا ولی در این حال این دو تا با هم به اصطلاح هماهنگ عمل باد میکردن و یه جوری از هم دیگه دولت هم تبعیت میکرده از کلیسا، کم کم این تن دوم، این تن به اصطلاح غیر روحانی نسبت به اون تن روحانی، اینا از هم دیگه جدا میشن و مستقل میشن و اون دولت میخواد در واقع اون خود مختار بشه دیگه. دولت نمیخواد که زیر فرمان کلیسا باشه، قرار بگیره. خب ما اینو این تضاد رو کم کم خیلی دیدیم دیگه، از قرن 16 شروع میشه بین شاه و پاپ، شاه و پاپ، پاپ در رئیس کلیسا یا به هر حال نمایندش در اون کشور و پادشاه که دست به کارهایی میزنه، سیاستهایی میزنه و در مخالفت قرار میگیره یا در تقابل قرار میگیره با سیاست کلیسا. اسم اینو میذارن فرایند خودمختار شدن دولت نسبت به کلیسا. و اینم چجوری شکل میگیره؟ به خاطر این شکل میگیره که یه سلسله جنگ‌های مذهبی میشه. این جنگ‌های مذهبی سال‌ها طول میکشه و کم کم این کشورهای اروپایی، دولت‌های کشورهایی به این نتیجه میرسن که به این مسئله باید یه جوری پایان بده. پایان دادنشون هم به اون شکلی که کم کم به این نتیجه برسن که آقا این دولت باید، کلیسا نباید در کار دولت زیاد دخالت کنه، دولت باید کاملا یه جوری فرای این چیزها باشه و از این طریق به اصطلاح به خاطر منافع، به خاطر اختلافات دینی، که البته اختلافات دینی ریشه های مادی هم داشته به هر حال تو این کشور و اون کشور، ولی به هر حال اختلافات دینی جای خودش، ولی اینها نباید منجر بشه به جنگ های ملی بین کشورها. و بنابراین کم کم خود این دولت ها بنابراین این خودمختاری رو به دست میارن، میرن بدن این که به دست میارن. به اصطلاح این شد خودمختاری به اصطلاح قدرت سیاسی. بحث اولم بود خودمختاری به اصطلاح حوزه دانش، حوزه سیاسی. نکته سومی که در بیرون میشه گفت زمینه های این پیدایش این برحال لایسیته یا سکولاریزاسیون هست، مسئله این ایدهی به وجود میاد، شکل میگیره، فرهنگی به وجود میاد در کشورهای غربی و تو این زمینه روشنگران خیلی نقش دارن. تو این زمینه برخی از افرادی مثل آدمایی مثل جان لاک و غیره خیلی نقش دارن در انگلیس و اینها، متفکرینی که مسئله رواداری رو مطرح میکنن، رواداری که تولرانس بهش میگن در واقع، رواداری و آزادی وجدان، یعنی که چرا باید در یه جامعه افراد که افکار و عقاید مختلفی دارن بتونن با همدیگه بدون اینکه جنگ کنن، بدون اینکه ستیز کنن، همدیگه رو بپذیرن، وجود این اختلافات رو بپذیرن، وجود این اعتقادات مختلف دینی یا مسلکی یا نظری رو بپذیرن و به اصطلاح از طرف دیگه هم خود این دین به اصطلاح بشه یک امر فردی، یعنی دیگه تبدیل به این نشه که به اصطلاح یک دین مسلطی باشه که هر کسی باید مجبور باشه اون دین رو قبول بکنه. این دین نباید به زور خودش رو تحمیل بکنه، بلکه باید با از طریق به هر حال کار اقنایی پذیرفته بشه، آزادانه، داوطلبانه به وسیله مردم، اگه هر کسی خواست این دین رو قبول کنه یا اون دین رو قبول کنه یا هیچ کدومشون رو قبول کنه و این خود اینو همه بپذیرن که یه همچین مناسباتی باشه که آزادانه باشه پذیرش یک دین، به زور نباشه و اینکه شما مجبور نشین به خاطر اینکه در شرایطی که بود من توی صحبتم هم گفتم که به خاطر اینکه این دین حاکم رو نمیپذیرین و یه دینی دیگه دارین چی بشین؟ طرد بشین و حق شهروندیتون ازتون سلب بشه. نمونه‌اش مثلا در ایران الان نگاه کنین، خب یه عده هستن، اخیراً اتفاق افتاد، عده هستن خب بهایی هستن،
اینا معتقدن به هر حال دینی دارن، بعضیا معتقد ممکنه باشن که دین اینها حالا دین درستی هست، دین درستی نیست، دین هست، دین نیست، دیگه به اونا ربطی نداره. هر کسی یه ده هستن به هر حال یه مسلکی دارن، یه دین دارن. خود اجازه داشته باشه خودش دین رو دینش خودش انتخاب کنه. اینا که دینشون رو قبول و اکثریت اون دین حاکم، اون دین رسمی، همین اشکال دین رسمی اینه که شما میان یه دینی میذارین میگین دین رسمی. برای این دین رسمی در اروپا هم اینطور بود. اونا گفتن آقا کاتولیک، اونا گفتن آقا کاتولیتیسم دین رسمی. هر کسی که کاتولیک نبود رو از کلیسا طردش کردن، ولی به این اکتفا نکردن. مسئله نبود از کلیسا طرد. اون که به اون دین اعتقاد نداره، باقی هم که به اون دین اعتقاد نداره. از جامعه و از زندگی، از زندگی، جامعه، شهروند بودن، زندانی، دستگیری، کشتن و اعدام کردن به خاطر اینکه اون دین ها. و اینجاست رابطه دین رو دارد. یعنی که خب اون کلیسا که میگفت اینه، بعد میاد به دولت میگفت تو با شمشیره، خودش که میتونست بره با شمشیر دولت میرفتن اون درب اون کار رو انجام میدادن و دولت هم متبعیت میکرد از اون مسئله. این جان لاک آمد گفتش که اینو باید بوری، این فاز، این رابطه رو باید کاملا قطعش کرد. اگر هر کسی اون دین رو قبول نداره، اولا آزاده دین خودش رو داشته باشه، اگر حتی یه دین اقلیت کوچیکی هم باشه، حتی اگه به وسیله اون دین دیگه این دین رو نپذیره، مهم این دین خود. دوم اینکه دولت حق نداره بیاد چیکار کنه، بیاد نقش به اصطلاح بشه آلت دست کلیسا و اون طرف رو از حق شهروندیش محروم بکنه تحت عنوانی که تو دین حاکم رو قبول نداری. اینجاست که وقت ما حسابی ما این مسئله رو کاملا مستقیما در ارتباط با مسائل و در مورد این تحولات مسئله اخیری که ایده از بهایان رو گرفتن و محکوم میشن که کردن به تا اونجا که من میدونم حتی مدرسه نمیتونن برن، نمیدونم حق آموزش و آموزش ازش مصرف شده، زندگی ازش مصرف شده، بخشی از بزرگشون هم مجبور شدن فرار کنن بیان خارج، ایدهشون هم که گرفتن دستگیر کردن و جمهوری اسلامی اعدام کردن و غیره و اون بقیه هم که موندن با این وضعیت اسفناک کلام مشغول کردن. قرار منظورم این که این مسئله رواداری که پلورالیسم مذهبی، پلورالیسم دینی و عقیدتی و غیر دینی و غیر دینی هر نوعش، آته آدم میخواد باشه، آتئیست باشه، نباشه، این خود این فرهنگ شرایط یک روزه به وجود نمیاد البته، ولی این در طول این 300-400 سالی گذشته بوده و از جمله نقش داشتن افرادی مثلا جان لاک. حالا تازه جان لاکی که من میگم رواداریش محدود بوده، همین جان لاکی که خیلی ازش صحبت میکنن به عنوان کسی که لیبرالیسم سیاسی را آورد، کسی که اولین بار واقعا گفتش که باید این دولت از این کلیسا بگونه جدا بشه و حتی با چیز هم مخالفت داشت، با اینکه به زور شما یک کسی رو دیندار بخواید بکنین و گفتش که حتی در آفریقا هم، حتی با در آمریکا و آفریقا هم کار غلطی بود که این چیزهای به اصطلاح مسیحی میرفتند و به زور آفریقایی‌ها رو مسیحی میکردند و اینو محکوم کرد و خیلی خوب شجاعانه بود در اون سالهای 1600 خورده‌ای که به اصطلاح بردهداری رو به این صورت که برده‌ها رو مجبور میکردند، میگفتش که این باید از طریق آزادانه باشه و نه از طریق زور. ولی همین جان لاک با وجود این، ببینید چقدر شرایط طوری بود که دو تا قوم رو جدا کرد از این رواداری. رواداریش تا اونجا رفت که گفت آتئیسا که به خدا باور ندارن و کاتولیک های انگلیس که تعداد کمی بودن، ولی که انگلستان پروتستان آنگلیکن شد دیگه، اونا رو جدا کرد از رواداری. اونا نمیتونن، اونا باید تن بدن. یعنی منظورم این که تا این حد که کسی پدر میشه گفت لیبرالیسم و پدر به نوعی میشه گفت این حرکت به سوی این رواداری، در اصلا رواداری رو اون دو تا کتاب مهم می‌نویسه دیگه، از اونجا شروع میشه تولراس، نامه‌هایی که می‌نویسه، خود این هم حتی نسبت به این مسئله می‌بینیم که رواداریش محدوده. ولی منظورم اینه که به هر حال این خیلی مهم بوده، این مسئله خیلی مهمه و در جامعه ما هم من فکر می‌کنم شاید این یک مسئله خیلی مهمه باشه که این میتونه نقش بازی کنه، این چنین فرهنگی اگر بتونه شکل بگیره براش کنه. این نکته سوم بود. نکته چهارم که به نظر ربطی به این داره، همون به اصطلاح به رسمیت شناختن پلورالیسم دینی است که صحبتش شد و اینکه ایمان
یک امر شخصی است و وجود اختلافات دینی باید به رسمیت شناخته بشه، همینطور عکسش آتئیسم باید به رسمیت شناخته بشه. خب یه دی میتونن آتئ باشن، یه دی میتونن ترک دین بکنن، از یه دینی به یه دین دیگه، یه دی میتونن اصلا دین نداشته باشن، انواع اقسامش. و نکته آخر که بهش میگن خودمختاری حوزه های اجتماعی یا جامعه مدنی، به این صورت که جامعه مدنی یواش یواش به این کشورها شکل میگیره، مثلا در ایران داره شکل، خیلی شکل گرفته، داره میگیره، با وجود اینکه سیستم دیکتاتوریست و سرکوبگران است و به اصطلاح سیستم بگونه میشه گفت بسته‌ایه، ولی جامعه مدنی به این معنا که اقشار مختلف اجتماعی، دانشجویان، زنان، کارگران، نهادهای مختلف، مسائل، بتونن به اصطلاح این اقشار مختلف در ارتباط با حوزه فعالیتشون، حالا میتونه ایده تو کارخونه باشه، میتونه تو مدرسه باشه، میتونه در سطح جامعه باشه، روزنامه نگار باشه، این جامعه مدنی، این انجمن، شکل های انجمنی به خودشون میدن، فعالیتشون به فعالیتشون میدن، انجمن های اجتماعی به وجود میاد، سندیکا به وجود میاد، و اینها بیش از پیش میرن پای این که خود مختار بشن. فقط هم تو مسائل اجتماعی، میتونه مسائل هنری باشه، میتونه مسائل حقوقی باشه، قضایی و حقوقی باشه، همه تو همه این حوزه ها، اقتصادی و غیره، اینها میخوان خود مختار به این معنا بشن که نمیخوان یه قیم داشته باشن یا از یه جای دیگه ای به اینها دستور داده بشه و اینا بگه چیکار باید کرد، چیکار نباید کرد، چه کاری خوبه، چه کاری بده، و اینها میخوان خودشون در چارچوب اون به اصطلاح حوزه‌ای که خودشون دارن عمل میکنن. اگه شما تصور کنید مسئله هنر رو، به خصوص هنرمند رو، در گذشته در غرب اینطوری بود که مثلا نقاشی عمدتاً هنر خیلی تحت تاثیر کلیسا بود، میدونید این نقش نگارهایی که رو دیوار میکشیدن و به اصطلاح نمادهای دینی و اینها، خب بیشتر خود کلیسا کمک هم میکرد و اینها میومدن برای کلیسا نقاشی میکردن، و به هر حال هنر خیلی تحت تاثیر کلیسا قرار داشت، که البته نقش مثبتی هم در این دوره‌ای داشت. هنرهای موزه فنون نگاه کنید میبینید که چه نقاشی‌هایی میکردن و غیره. ایتالیا به خصوص، در ایتالیا خیلی این مسئله رایج. خب ولی در این دوران مدرنیته هنر مثلا آمد، هنرمندا بیش از پیش خودشونو چیز کردن، خودشونو مستقل کردن، مستقل از کلیسا و مستقل از دین سعی میکردن عمل بکنن و مایل بودن خودشون به اصطلاح خود مختار باشن در حوزه خودشون و نمیخواستن از جای دیگه به اینها دستور داده بشه یا احکامی داده بشه یا به اصطلاح مدلی داده بشه، مدل خودشون میخواستن خودشون کشف کنن، حالا غلط درست هر جوری با الهام بگیرن خودشون اینا. حالا این تو این حوزه هنری گفتیم، ما میتونیم مثلا تو حوزه های دیگه بگیم، تو حوزه جامعه بگیم، جامعه شناسی بگیم، تو حوزه سندیکای کارگری بگیم، سندیکای کارگری شکل میگیره در غرب، و اینها کم کم همه این حوزه ها مجموعه جامعه مدنی رو تشکیل میدن، و این جامعه مدنی جامعه‌ای میشه که برای خودش یک به اصطلاح استقلال و یک خودمختاری داره نسبت به دولت، و از این طریقی که اون وقت باید وارد چیز هم میتونه بشه، مذاکره، وارد یک نوع مبارزه یا تداخل و تقابل در واقع، و خواستهایی رو مطرح بکنه در مقابل دولت. این پنج خودمختاری که شکل میگیره تو زمینه سیاست، تو زمینه جامعه مدنی، تو زمینه دانش و علوم، تو زمینه به اصطلاح دینی، به اصطلاح عقیدتی میشه گفت به نوعی، و پلورالیسم، این شرایط، این زمینه ها میشه گفتش که پایه هایی بودن که به اتکای اون، به اتکای این پایه ها جنبه فرهنگی هم داشته و اینها، میتونه اون وقت در یک مقطعی اون مسئله‌ای که گفتیم، یعنی اون جدایی دولت از دین، اون لایسیته یا اون سکولاریسم، متحقق به مفهوم واقعیش در واقع بشه. به همین دلیل که در مورد ایران هم ما باید در واقع، اگر همینطوری نمیتونیم بگیم خب چجوری مثلا میتونه لایسیته و متحقق بشه، یا یعنی در واقع باید بریم دنبال این زمینه‌ها، یعنی این زمینه‌هاشو فراهم بکنیم.
از جمله یکی از این زمینه‌هاش مثلا همین مبارزه جنبش‌های انجمنی، جنبش‌های اجتماعی است که الان دارن در ایران صورت می‌گیرن، زنان دارن انجام میدن. همین کامپانی نمی‌دونم جمع‌آوری امضا، 1,000,000 امضا در مورد زنان مثلا، یا این فعالیت‌هایی است که دانشجوها دارن انجام میدن، حالا از نوع از سایتش گرفته، روزنامه‌اش گرفته، مجله‌اش گرفته تا نهادش که مثلا یه انجمن اجتماعی هست، اتحادیه هست، فعالیت‌های نگارشی، فعالیت‌های فرهنگی تا روزنامه‌نگاراش گرفته تا غیره، یعنی تمام این یا سندیکای کارگری که به هر حال این فعالیت‌هایی که می‌کنن برای استقلال سندیکا، به وجود آوردن سندیکا، حتی که نمیشه سندیکای تشکل‌های مستقل در واقع کارگری که جلو شدن میگیرند، دستگیر میکنن فعالینشون، اینها همه اینها در واقع خب کمک میکنه به زمینه ساز اون حرکته. این توی قسمتش. اون قسمت فرهنگیش که صحبتش کردیم که تو جامعه یک نوع رواداری شکل بگیره و یک نوع پذیرش اینکه دیگری با من میتونه اختلاف داشته باشه، دین دیگری داشته باشه یا اعتقادات دیگری داشته باشه و من اونو بپذیرم، اون منو بپذیره و این پلورالیسمو در واقع بپذیریم که در جامعه پلورالیست باید وجود داشته. بنابراین من می کنم تو تمام این زمینه ها این اگر در ایران اون وقت شکل بگیره به دنبال این همراه با این جنبش های اجتماعی، این مبارزات، اون وقت میشه صحبت کرد که چگونه اون وقت در یه مقطعی ما به اون به اصطلاح هدف یا آرمانی که داریم، که ایدالی که داریم که این جامعه دموکراتیک لایق باشه برسیم. آقای واسی خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتی که داری، از روشنگری هایی که درباره این واژه برای بینندگان عزیز ما صحبت کردیم. برنامه امروز ما متاسفانه وقتش اینجا تموم شد. من امیدوارم در فرصت های دیگه و در مجال دیگه بازم در رابطه با مسائلی که در این موضوع هست بتونیم بازم شما رو اینجا داشته باشیم. خیلی متشکرم و اجازه شما از بینندگان عزیزم خداحافظی بکنیم و تا برنامه دیگه برای همه شما آرزوی شادی و شادکامی داریم. موفق باشید.